بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. روز دوشنبه طی حمله صورت گرفته با نارنجک به مسجدی در جنوب غربی پاکستان در نزدیکی کویت مرکز استان بلوچستان، یک افسر پلیس کشته و 6 افسر دیگر زخمی شدند. محسن نقوی وزیر کشور در بیانیه این حمله را محکوم کرد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما رئیس پلیس محلی اظهار داشت که افسران همچنان در حال تحقیق هستند. این حمله یک روز پس از انفجار یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در خوزدار، منطقه‌ای در استان بلوچستان که در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات شبه نظامیان بوده روی داد، که طی آن 2 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گفتنی است که بلوچستان سالهاست شاهد اقدام‌های تروریستی یک گروه شورشی است که خواستار استقلال از دولت مرکزی اسلام آباد می‌باشند. دو مقام ارشد سازمان ملل در پایان سفر خود به زامبیا به منظور ارزیابی بدترین خشکسالی این کشور در 20 سال اخیر گفتند که آسیب دیدگان از خشکسالی در این کشور به کمک‌های بشردوستانه فوری و کمک‌های غذایی نیاز دارند. خشکسالی در زامبیا حدود 8 میلیون نفر را تحت تأثیر و حداقل 6 میلیون نفر را در معرض خطر ناامنی غذایی قرار داده است. نمایندگان سازمان ملل در این سفر با مقام‌های دولتی و شرکای محلی درگیر در تلاش‌های مداوم برای رسیدگی به خشکسالی و شیوع تاریخی وبا که بیش از 700 قربانی گرفته ملاقات کردند. بخش‌هایی از قزاقستان و روسیه با عواقب جدی ناشی از سیلاب‌های بهاری مواجه شدند که از نظر مقیاس و پیامدهای آن در بیش از 80 سال گذشته در این دو کشور بی‌سابقه است. در حال حاضر در 10 منطقه قزاقستان در پی وقوع سیل شدید در شمال غرب این کشور حالت اضطراری اعلام شده است. رئیس جمهور قزاقستان این سیلاب‌ها را بدترین فاجعه حوادث طبیعی منطقه در 80 سال گذشته توصیف کرد. همزمان رسانه‌های دولتی روسیه هم در گزارش‌هایی از وضعیت اضطراری در منطقه سیل زده اورنبورگ در نزدیکی مرز این کشور با قزاقستان خبر دادند. تاکنون حدود 72,000 نفر از ساکنان مناطق مرزی با اورنبورگ روسیه تخلیه شدند. هجوم گرد و غبار بسیار غلیظ از صحرای آفریقا به اروپا باعث اعلام هشدار سلامت در بخش‌هایی از این قاره سبز شده است. نوار تیره رنگ ناشی از گرد و غبار که در بیشتر مناطق اسپانیا مشاهده شده به سمت جنوب شرقی فرانسه، آلمان و جنوب شرقی بریتانیا حرکت کرده است. ورود توده هوای حامل گرد و غبار صحرای آفریقا به آسمان برخی از مناطق اروپا، لایه غلیظی از دود را روی خودروها و پنجره‌های خانه‌ها در این مناطق به جای گذاشت. با افزایش میزان ذرات معلقه ریز که کمتر از 10 میکرومتر قطر دارند، آستانه آلودگی هوا در برخی از مناطق اتحادیه اروپا شکسته شد.